در حالی که مقام های ترکیه به ویژه رجب طیب اردوغان خود را حامی حقوق فلسطینی ها معرفی می کنند اما افشاگری, ها اخی افشاگری های اخیر نشان می دهد که ترکیه همچنان به تأمین فولاد برای ارتش اسرائیل ادامه می دهد و این اقدام را به نام فلسطین ثبت می کنند. این تظاهر و تجارت سودجویانه در مسائل انسانی نه تنها به اعتماد عمومی آسیب میزند بلکه نشان دهنده عدم تعهد واقعی مقام های فعلی این کشور به اصول حقوق بشر و حمایت از مردم فلسطین میباشد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید مقام های ترکیه به ویژه رجب تیه بردغان بار دیگر با تبلیغات همه جانبه تظاهر به حمایت و پشتیبانی از مردم فلسطین در انظار عمومی پرداختند اما گویا واقعیت در پشت پرده به گونه دیگر در حال رقم خوردن است و این دولت مدعی حمایت از فلسطینیان با تجارت سودجویانه خود در مسائل بین‌المللی به شکلی غیرقابل قبول ظاهر شده است. متین جیهان روزنامهنگار ترکیه ای فاش کرده است که دولت ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان همچنان نیازهای ارتش اسرائیل به فولاد را تعمین می کند اما برای پنهانسازی این واقعیت آن را به نام فلسطین ثبت می کند. صادرات فولاد به فلسطین در سال جاری به طرز شگفتانگیزی 30930 درصد افزایش یافته و از 156 هزار دلار در سال گذشته به 68 میلیون دلار رسیده است. این اقدام نه تنها نشان دهنده تظاهر خلاف واقع مقامهای ترکیه در برخورد با مسائل منطقی است بلکه یادآور برخورد های غیر قابل قبول آنان در پرونده جمال خاشخجی نیز می باشد. در آن پرونده مقام ترکیه به بهانههای مختلف از کشته شدن این روزنامهنگار سعودی بهره برداری کردند در حالی که در عمل از تعاملات پشت پرده با عربستان سعودی چشم پوشی نکردند این نوع رفتارهای کاسب رجب طیب بردان نشان دهنده استفاده و استفاده ابزاری از بحران برای تقویت موقعیت سیاسی است. در این شرایط سوال اساسی این است که آیا مقام های ترکیه واقعا به حمایت از حقوق فلسطینی ها متعهد هستند یا اینکه فقط به دنبال منافع خود در صحنه های بین المللی هستند این تظاهر و تجارت سودجویانه در عرصه های مختلف اعتماد مردم داخل کشور و افکار عمومی دنیا را به مقامات ترکیه به شدت کاهش داده و به چالش هایی در سیاست های داخلی و خارجی این کشور دامن میزند.